سلام دوستان کلم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. داینگ لایت 1 نسخه اپتیمایز ایکس و اس رسید، ولی جالب اینجاست که اصلا روی داینگ لایت ننوشته ایکس و اس. خیلی عجیبه. هم برای داینگ لایت گود نایت گود لاک یا همون نسخه 1 ایکس و اس اومده، هم برای د فالوینگ که همون دی ال سی ش میشه. خلاصه هرچی که مربوط به داینگ لایت 1 این اپتیمایز نسل نهم براش اومده، ولی اصلا خبری از ایکس و اس نیست، یعنی ننوشته، در حالی که شده. خب روی سریز اس دو تا مود گرافیکی داره که من پشمام ریخته که چرا باید اینجوری باشه. یکیشون 2K CFPS، یکیشون هم 1080 CFPS. یعنی چی وقتی 2K CFPS؟ چجوری 1080 هم CFPS؟ نمیدونم، لاقل یه 40 FPS 45 FPS میذاشتن، یا اصلا 1080 رو FPSشون اصلا FPSشو لاک نمی کردن، اصلا ولش می کردن بره بالا، اصلا تا 40-50 می رفت بعضی وقتا. حالا نمیدونم چرا این کارو کردن. من نه توی 2K افت FPS دیدم نه توی پرفورمنس. الان چیزی که شما می بینید 2K، یعنی نسخه کوالیتی مون. چیزی که به شدت احساس میشه، اینه که تکچرهای بازی به شدت عالی شدن، در حالی که میتونم بگم نزدیک به داینگ لایت 2 شدن، یعنی در این حد کیفیت پیشرفت کرده، هم توی سریز X، هم توی سریز S، هم توی PS5 این به چشم میاد. واقعا تکچر رفته بالا، هر جا رو نگاه بکنی متوجه این قضیه میشی. مثلا نگاه کن آنتی الایسینگ این کتاب چقدر زیاده، یا مثلا این بشکه رو ببین، یا مثلا این گل و گیاه و درخت ها، و اصلا خیلی خیلی پیشرفت کرده. به نظرم بیشتر از یه ریمستر روش کار شده، یه چیزی بین ریمستر و ریمیک، چون چیزی که من اینجا میبینم پیشرفت خیلی زیادیه، خیلی زیاده، تا خودتون نبینید باور نمیکنید. و الان 2K که اجرا میکنه خیلی قشنگه و پیکسل هاش اصلا معلوم نیست، 2K نیتیف هم هست. 1080ش هم من زیاد فرقی ندیدم با این، ولی 1080ش آخه اینجوری هم نیست بگی مثلا 2K افت FPS داره بعد 1080 گذاشتن که این افت FPS رفت بشه. نه، من نمیدونم این 2K کافی بود، نمیدونم این 1080 منظورشون چیه، اینو دقیقا نمیدونم. آیا گرافیک رو بیشتر کردن، رزولوشن کمتره، یا نمیدونم دلیلشون چیه. من افت گرافیکی نسبت به 2K احساس نکردم، برعکس، یعنی توی 2K افت گرافیکی نسبت به 1080 اصلا احساس نکردم و هدفشون رو اصلا نمیفهمم از ساخت این دوتا مود گرافیکی. روی سریز X مود 60 FPS هم داره، ولی اینجا خبری از 60 FPS نیست. ولی خوشبختانه چیزی بگم بهتون، توی داینگ لایت 1 لاغل 60 FPS لازم نیست، یعنی درست تجربه گیمینگ رو بهتر میکنه، ولی لازم نیست، یعنی لازمه بازی نیست. شما با 30 FPS هم راحت میتونید بازی کنی، از گرافیک خیره کننده لذت ببری، چون واقعا گرافیکش زیاده، به جرئت میگم پیشرفت زیادی کرده. چرا من اینو فهمیدم؟ چون که نسخه غیر اپتیمایزش رو یکی دو ماه پیش بازی کرده بودم، قشنگ یادمه اون چجوری بود، بعد یهو اومدم روی این، قشنگ معلومه. سایه ها خیلی زیبا هستن. روی سریز X هم مود 4K داره با مود 4K داینامیک. اینو میدونم که یه دونه مود 4K 60 FPS داره دیگه، نمیدونم داینامیک 60 FPS یا نیتیوش، اینو دقیقا نمیدونم. روی اونم اگه بتونم حتما یه بررسی انجام خواهم داد. الان کمی پرفورمنس اینو بررسی بکنیم. تکسچر سند آخه فیلم گرین هم آنه، فیلم گرین هم آن کردم که طبیعی تر جلوه کنه. اینجا میبینید فیلم گرین، بله آنه، من فیلم گرین رو الان خاموش میکنم، میبینید که از حالت سینماتیک در میاد، گرچه زیاد احساس شما نمی کنید توی ویدیو، ولی وقتی اینجوری با چشم خودتون اینو ببینید قشنگتر متوجه خواهید شد. در رو باز نکرد، باز کن دیگه تن لشقه. قشنگ یادم بچه‌ها، من سه بار این بازی رو تموم کردم، قشنگ مو به مو یادم. جالب اینجاست که تنها بازیه که مراحل اولش خیلی سخت‌ترن خب از مراحل وسط، مراحل وسط آسون‌ترن، مراحل آخر خیلی آسون‌ترن.
من نمیدونم چرا باید اینجوری باشه، همه یه بازی برعکس اینا، ولی این اینجوری نیست. همیشه پشمام ریخته بود از اینکه چرا باید یه بازی اونجوری باشه، ولی داینگ لایت 2 اینجوری نیست. داینگ لایت 2 هی میاد سخت‌تر و سخت‌تر میشه، هی پشم ریزی‌تر از مراحل قبلی. این اینجوری نیست. خیلی خوبه. فکر کنم دیفیکلتی هم اینجا قابل تغییر باشه. ببینید، به نظرم باید باشه دیگه. نیست. بابا باور کن باید باشه. خب حالا بی خیال. توی داینگ لایت 2 بود، یعنی یه جا مثلا گیر میکردی راحت میتونستی دیفیکلتی رو بیاری پایین و درجه سختی رو. این از اون طرقه هاست که وقتی میندازی زامبیا رو دور خودش جمع میکنه. رفلکشن آب هم که اینجا حالت معلوم نیست، آبش خیلی کمه. ولی اینو بگم بهتون، اگه نسخه اول رو بازی کرده باشید اینو ببینید پشماتون میریزه و سلام. یعنی خیمو به مو ریمیک و ریمستر شده. این یه پله از ریمستر بیشتره به نظرم. اصلا ریمستر نیست، یعنی فقط صرفا ریمستر نیست، از ریمستر بیشتره، چون خیلی توجه کردم به این. اینو چی کار باید میکردی تا روشن میشد یا نمیست؟ آها اوه یه انیمیشن جالب، ولی زیاد اوه زامبیا ریختن پشما. فقط بدو. ولی یه چیزی رو من بهتون بگم، تکلند یا همون سازنده داینگ لایت، دد آیلند و اینا توی اپتیمایز ضعیف عمل میکنه. دلیلشو نمیدونم ولی ضعیف عمل میکنه، گرچه خیلی قویه. الان شما این گرافیک رو ببینید، اصلا هیچی کم، اصلا باور کنید نسبت به داینگ لایت 2 کمتر نیست. اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، به تو قول میدم. ولی نمیدونم چرا تو بخش اپتیمایز کلا ریدمانه. من نمیدونم چرا اینجوریه، کلا ریده. به خدا اصلا یعنی چی سی اف پی اس تو کی؟ آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم. چرا باید حتما وقتی به سریز اس میرسی باید یه ریدمانی به بار بیاری؟ من نمیفهمم اینو بچه ها، واقعا نمیفهمم. چرا نباید این 60 اف پی اس باشه؟ چرا باید تو کی سی باشه با 1080 سی؟ منظور چی بود از این کار؟ یه دونه تو کی سی بذار دیگه، کی 1080 بازی میکنه وقتی تو کی هست؟ پس یکم کارهاش عجیب غریبه و نمیدونم. خیلی سرگرمه اون طرف ها بشید. آها یه چیز خیلی جالبتر که توی The Following، یعنی همون DLC داینگ لایت 1 خیلی بیشتر هست، اینم اینه که نورپردازی به شدت شد شداید محشر کبرا. ببینید الان شما قشنگ دیگه میکنید به این نورپردازی، قشنگ پشم برانگیزه، پشم ریزون سر پشم برانگیزه، اصلا بی نظیره بچه، بی نظیره. من حتی اون موقع گفتم توی بررسی داینگ لایت 2، تو بعضی جاها من گرافیک داینگ لایت 1 رو بیشتر از 2 میدونم. یکیشون جنازه است. ببینید جنازه ها از داینگ لایت 2 خیلی قشنگ ترن. جنازه داینگ لایت 2 یکمی بعد ببینید، آه اینجا کلش مثلا منفجر شد، ولی اینو ببین زانوش میشکنه پشما. ولی تو داینگ لایت 2 خبری از اینا نبود متاسفانه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که تو بعضی جاها این یارو زانوش شده. خب تو بعضی جاها واقعا این بهتر عمل میکنه داینگ لایت 1. بله گرافیک زنده است، خیلی زنده است. توی داینگ لایت 2 هم همین بود و من به شدت این سبک رو دوست دارم.
ببین ریفلکشن این... آها نور پردازی نسل نهمی شده بچه‌ها. قشنگ توی این بازی که اپتیمایز ایکس او اس اومده قشنگ معلومه نور پردازی نسل نهمه و اصلا و ابدا شما توی پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان و ایکس باکس وان ایکس اینا رو نخواهید دید. به نظرم توی پی سی هم اگه روی آلترا ستینگ بذاری بازم این نیست، چون اینو احساس میکنم دستکاری کردم بچه‌ها. من الکی نمیگم اینو، یه چیزی قشنگی جا معلومه که پیشرفت خاصی کرده نسبت به نسخه های قبلی، چون من روی هر کنسولی که به ذهنتون برسه اینو بازی کردم، ولی روی این یه چیز عجیب غریبه. روی سریز ایکس تست نکردم، روی اون باید بهترم باشه، هنوز تست نکردم. هر وقت که بتونم روی اونم 100% تست میکنم 60 FPSشو، یا این که به صورت گرافیک 4K واقعی برای شما آپلود خواهم کرد. شما که سریز اس داری این بازی رو میتونی خیلی با تجربه عالی بازی رو تموم کنی و اصلا کم نمیاره نسبت به سریز ایکس، چون چیزی که من اینجا میبینم یه سر و گردن از پلیستیشن 4 بالاتره و چیزی که 100% توی ایکس باکس سریز ایکس میبینم از اینم بهتره. یعنی شمایی که یهو از نسل 8 بیاید روی این براتون کافیه، ولی اگه از سریز ایکس یهو بیاید روی این پس رفتاری نسبت به سریز ایکس احساس میکنید که اگرم سریز ایکس نباشه زیاد براتون فرقی نمیکنه، ولی اگه یه کمی حرفه‌ای تر باشید و تیزبین باشید و حساس باشید میخواهید که این بازی رو با گرافیک بالاتر انجام بدید، سریز ایکس براتون بهتره. ولی من که الان آها راستی یه چیزی یادم رفت بگم، من الان خونه نیستم و اومدم خوابگاه، دارم تو خوابگاه دانشگاه با این وضع داغون، ببینید قشنگ بک‌گراند خیلی داغونه، من دارم برای شما ویدیو تولید میکنم. الان سریز اسمو آوردم با خودم با دم و دستگاه همه چی، اینجا من اصلا نیازی نمیبینم با سریز ایکس بازی کنم. منظورم اینه که منی که از سریز ایکس اومدم رو سریز اس بازم زیاد بد نیست برا من، خوبه، قابل تحمل که سهل، خیلی هم خوبه، باید اصلا خدا رو شکر کنیم چون کنسول واقعا جالبیه، کوچیک بی سر و صدا، زیاد گرما تولید نکرده و من به این نتیجه میرسم که فکر نکنم از تمام قدرت این کنسول استفاده بکنه، چون کنسول خیلی خنکه، دور فنش هم کمه، زیاد نیست، پس جا داشت اینو بهتر اپتیمایز میکردم به نظرم. خب این میگه برو روی روف، میگه برو روی سقف. اوکی یه سکرین تیرینگی میبینم، تیرینگ یعنی اینجوری چیز بشه، پاره پاره بشه، اینم نمیدونم تقصیر چیه، بازی ویسینک هم داره ها، ولی نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه. آه بلش کن بلش کن نمیخوام. از اینجا باید برم رو سقف. اوکی دور پردازی رو ببین قشمام. اوکی واو ساینتیست تایپ دیگه خیلی خوب شده این بازی، جدی میگم ها، به خدا جدی میگم، اصلا نیازی ندارم اقرار بکنم. ببینید این چیزی که میگم نسبیه، نسبت به نسل 8ش فوق العاده است، بی‌نظیره. من توی پی سی وقتی روی آلترا هم بذارم این گرافیک رو به من نمیده، یه کنسول 8 میلیون میتونه این همه گرافیک رو بهت بده، خیلی خوبه، خیلی خوبه، من خیلی راضی. تازه این 2K نیتیو هم هست، اینم دقت بکنید. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، خیلی من اینجا محدود هستم، کمتر میتونم ویدیو تولید بکنم، ولی خب سعی میکنم مثل الان اگه شرایطش جور باشه حتما براتون ویدیو تولید بکنم و اینکه همین دیگه بچه ها، تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.